آدم او یک لیتر مخدیره خوراندم. چیزی نشد. ما در دست یک گروهی کلانی داریم. گروه. اگر لای دوام میبخشید آدمان آن را به سر رویشان میشگیدن سمد. ولی بعضی آدمان خوب مثل لای افلاسند. تو در اینجا چیکار میکنی؟ برای تعزیه آمدم. شنیدم که دوستتان عرفان خودش را از سرش پرانده است. سخت غمگین شدم. تعزیه مرا قبول دارید. من به کسی ضرر نمیرسانم، نترسید. گوش کن تو، چی زیستن به دلت زده است؟ این چی جرأت است؟ تو چی میخوای که تو را کشند؟ من همیشه به مردن آماده ام، ولی شما چون این جرأت ندارید. من در یک مسئله مهم گپ زدن میخواهم، بشینید. مادامی که به سلاح آمد، پس یکان گپی مهم دارد. گوش میکنیم، گپت رو بگو. پدرتان سمی در کجاست؟ اینجا نیست، ولی میآید. میآید، میشنود، میآید. همه را آب و لای کرده میآید. نفهمیدم این چی معنی دارد. شما را نغزکک فریب میدهد. سخنت را با ما درستر فهمم. تو ما را مسخره داری یووز. آن این ثبت را گوش کنید. 3 ساعت پیش نوشته شده است. با فکرم از این بیعقل ها هیچ فایده نمی شود. تو به این اهمیت نده. تو با آنها درباره دولت بزرگ، درباره اروپا گفزن. اینها حتی با آدمان بیگانه هم باور میکنند. با خدا همین طور است. بعضن به اینها دلم می سوزد. باور دارند که دولت خود را برقرار نموده، در آن زندگی میکنند. تو این را فراموش کن. سری کار خود فکر کن. اگر کارمان براری آباد، بدان که با میلیارد دلار منو دو سر کار میگیریم. از دو سر بعضی زمین های ترکمن نشین به هر حال جنگ و مناقشه راست می آید، چون که آنها آن زمین ها را ترک کردن نمی خواهند. به این پروا ندارم. پولی بسیار ده و کار را هرچی زودتر به انجام رسان. یک چیزی دیگر را پرسم، شریکانت درباره این کارمان می دانند؟ نه، تنها من و تو و این دوست عزیز من این را می داند و خلاص. شنوند مشکلی ایجاد نمی شود. یک اون مشکلی نمی شود. اگر شود من خودم حل می کنم. وای سمی، وای. پس از این همه کلفت ها، حالا هم در پا استواری. بیا در این خصوص دیگر گپ نمی زنیم. ایلین، به فکرت من نمی بینم که تو چقدر عذاب می کشی. تو روزهایی خیلی وزنین رو از سر گذراندی. و من دردی تو رو نیست کرده نمیتوانم. ناعلاجی من رو دیوانه میکند. اما تو به من باور کن، خوب؟ باور کن. همراه این درد رو پسی سر میکنیم. شاید مشکل باشد، اما پسی سر میکنیم. حالا میبینی، اگر یک دیگر رو سخت با آغوش گیریم، کسی ما رو شکسته نمیتواند. Thank you.
دیروز یک چیز در کجای خوندم. میدونی در دنیا از همه حکایه کوتاه رو کی نوشته است؟